تنها سایتی که به صورت خاص برای بحث همسریابی طراحی و ساخته شده و کاملا از صفر تا صدش رایگان و مجانیه سایت پیونده. به خاطر اینکه این سایت با اهداف خیریه و کمک به جوانان و کاملا رایگان راه اندازی شده و داره کار میکنه و حدود 12 ساله که داره به همین رایگان فعالیت کردنش ادامه میده، ما هم گفتیم تبلیغش کنیم، بلکه همسریابی اینترنتی که از لحاظهایی از جمله میزان کسب اطلاعات دو طرف از هم با صرف زمان اندک نسبت به همسریابی سنتی ارجحیت داره بیشتر گسترش پیدا کنه. هرچند برای اینکه یه مسئله در یک کشور جا بیفته باید خود دولت و رسانه‌های عمومیش مثل صدا و سیما و سینما حامی باشن و کمک و تبلیغ کنن که تا امروز کاملا برعکس بوده و به خاطر مشکلات جنبی که همسریابی اینترنتی داره، از جمله اینکه چون به خاطر عدم احراز هویت دقیق فرد ثبت نام کننده امکان سوء استفاده وجود داره، کلا بی خیال این روش شدن و سنگ اندازی میکنن. عین اینکه بگن چون چاقو آدم میکشه پس کلا نباید از چاقو استفاده کرد. مسئولین ایرانی در تمام مسائل چنین دیدی به موضوع دارن. با این حال اگه خود دختر پسرا حواسشون کاملا به مورد سوء استفاده قرار گرفتن توسط جنس مخالف باشه، میشه گفت بی خیال مسئولین دولتی. کلا توی مجلس که حامی مردم قراره باشه، یه نفر مجرد هم وجود نداره که درد مجردا رو بفهمه. اگه حواستون جمع باشه، یکی از روشای خوب که شناخت رو ظرف مدت زمان کمتری از طرف مقابل به شما میده، همین همسریابی اینترنتیه. متاسفانه در ایران به خاطر عدم حمایت دولت و همش کلاه بردار خوندن این سایت ها، تعداد دخترهایی که در این سایت ها ثبت نام میکنن بسیار بسیار کمتر از پسراست و جملاتی که توسط همین دخترهای اندک توی سایت های همسریابی نوشته میشه و بیتوجهی هایی که به درخواست آشنایی پسرها میکنن ناشی از تعداد بالای پیام های دریافتیشون، باعث میشه فکر کنین همه دخترها همینجوری پرتوقعن و کلا انگیزه ازدواج رو در شما از بین میبرن. اگه تمام دخترهای در سن ازدواج ثبت نام می‌کردن، قطعاً همه پسرها امکان ازدواج براشون فراهم می‌شد. اما الان اینطور نیست. وقتی تعداد دخترها در این سایت‌ها کمه، میان شما رو با کیس‌هایی که از همه لحاظ از جمله وضعیت مالی بالاتر هستن مقایسه می‌کنن و نتیجهش میشه سرخوردگی شمایی که وضع مالیت خوب نیست و این موضوع شما رو افسرده می‌کنه. در حالی که قطعاً دختر مناسبی که با شرایط همین الان و فعلی شما بسازه و شما رو بخواد، حتماً بیرون و در فضای واقعی وجود داره. به هر صورت مدیر سایت پیوند آدمی سختگیر به نظر میرسه که با اولین خطا و سوء استفاده شما از پلتفرم در قالب ارسال پیام‌های نامناسب به مخاطبین و درخواست دوستی و اینجور چیزا پروفایلتون رو مسدود میکنه. کامنت‌های مخاطبین اپلیکیشن وب ویوش در گوگل پلی رو بد جواب میده. مسدود کردن افراد خاطی با هدف سالم‌سازی فضا خوبه، ولی کافی نیست، چون افراد با داشتن چند ایمیل یا چند سیم کارت میتونن دوباره ثبت نام کنن. اگه دولت مانع نمیشد و امکان دسترسیش رو ایجاد میکرد و از این سایت ها حمایت میکرد، راه حل های بهتری از جمله دریافت و احراز هویت از طریق کد ملی میشد انجام داد تا کسی که یک بار مسدود میشه دیگه هرگز نتونه عضو بشه. مشکل بزرگ بعدی اینه که بلافاصله بعد از ثبت نام یه دختر در این سایت ها، هزار تا پیام همزمان از پسرهای مختلف دریافت میکنه که در ویدیوی مهسا 18 ساله از تهران خودتون به خوبی دیدین و متوجه شدین. با دریافت هزار تا پیام از پسرها، عملاً دختر فکر میکنه افتاده وسط جماعتی از گرگ‌ها و فوراً یا سایت و همسریابی اینترنتی رو برای همیشه ترک میکنه، یا چون بالاخره تعدادی پیام بد هم دریافت خواهد کرد، دیدش نسبت به همه پسرها تغییر میکنه و همه رو بدکاره میدونه، یا اینکه کلاً میافته روی دور مقایسه کردن امکانات این پسر با اون پسر و از دختری که فقط به دنبال یه پسر خوب و با اخلاق بود تبدیل میشه به یه گلدگر که آشو با جاش میخواد، یعنی یوزر سیف صفتی میخواد که حساب بانکی بیل گیتس داشته باشه. سایت های همسریابی ایرانی مشکلات زیادی دارن که من با هدف تغییر فرهنگ همسریابی اینترنتی سعی خواهم کرد چیزایی که به نظرم میرسه رو در قالب یه ویدیوی دیگه خطاب به خیرین طراحان سایت یا سایتدارهای فعلی و افرادی که میخوان وارد بحث همسانگزینی و تسهیل ازدواج جوانان از طریق بستر اینترنت بشن بیان کنم. قالب و تم سایت پیوند قدیمی و سرعتش نسبتاً پایینه. در نسخه موبایل وضعش خرابتره و اصلاً برای موبایل بهینه نیست.
نیست. اپلیکیشنش اپ نیست و وب ویوه. نسخه دسکتاپش قابل تحمل تره. علت این بروز نبودنش هم مشخصه. استخدام طراح سایت که بخواد دستی به ظاهر و باطن سایت ببره به پول نیاز داره و چون سایت رایگانه و منبع درآمدی نداره همینه که هست و جوونا مجبور به تحمل هستن. سوالاتی که توی سایت موقع ثبت نام از جوونا پرسیده میشه به میزان قابل توجهی بیشتر از بقیه سایت هاست و این حجم از اطلاعات شناخت خوبی از مخاطب رو منجر میشه و در این زمینه یه سر و گردن از سایت های رقیب بالاتره. البته میگن اگه همسرتو میشناختی هرگز باهاش ازدواج نمیکردی و دونستن بیشتر حتما لزومی نداره که باعث ازدواج بیشتر بشه. در واقع شناخت بیشتر مانع از بروز ازدواج هایی که قراره به طلاق بیانجامه میشه، نه تسریع و بیشتر کردن تعداد ازدواج. برای تسریع و افزایش ازدواج در این سایت ها باید کارهای دیگری انجام بگیره که در ویدیوی اختصاصی که قولشو دادم موارد کاملی رو بیان خواهم کرد. مثلا با زیرک بودن مدیر و طراح سایت میشه فضای ایجاد کرد که دختر پسرا مهریه و جهیزیه نخوان یا کمتر بخوان تا ازدواج ها سریعتر رخ بده. سایت پیوند خیریه است. ما هم وظیفمون در تبلیغ کردنش رو انجام دادیم و شما هم اگر رسانه و مخاطبینی دارین این سایت رو تبلیغ کنین، شاید در نهایت دخترهای بیشتری توش ثبت نام کردن و اتفاقات خوبی رخ داد. به قول ایرانی جماعت، چیزی که مفت نباشه به آدم نمیچسبه. مفت باشه، کوفت باشه.